همیهنان گرامی با درود، نزدیک به 2 ماه از به اشتراک گذاردن طرح راهبردی پیشنهادی به شما بزرگواران برای دستیابی به تشکیلات راهبری انقلاب میگذارد. لازم است قبل از ادامه سخن از اشخاصی که با پرسش ها و نقد و انتقادات سازنده خود در ویرایش این طرح یاری رساندن سپاسگزاری و از مسئولیت پذیری آنها قدردانی کنم. در این مدت گفتمان بسیار خوب و مسئولانه در میان مشروط خواهان به چم طرفداران حاکمیت قانون از هر دو فراکسیون جمهوری و پادشاهی خاص صورت گرفت که با توجه به فراز و نشیب ها و کنش و واکنش های بسیار شاهد دستاورد مهم تاریخی از طرف 7 تن از معتمدین بزرگوار در دانشگاه جورج تاون واشنگتن بودیم که نگرش واقع بینانه آنها به آینده ایران بسیار امید بخش و باید گفت که خون تازه‌ای در رگ‌های دلاوران خیزش انقلابی 1401 جاری ساخت. برای مسئولیت پذیری و اعلام همبستگی هدف مند آنها به ویژه فعالیت‌های بیدریغ شاهزاده رضا پهلوی برای این همبستگی صمیمانه سپاسگزاری و برای تمام این بزرگواران در این راه پرفراز و نشیب آرزوی موفقیت و سربلندی را از پروردگار ایران زمین خواهانیم. ما ملت 3700 ساله به خاطر احساسات بیش از حد به باورهای درونی و فریب دکانداران مذهب 43 سال در بند اسلام گرایان حیلگر افتادیم که ما را از کرامت انسانی، آزادی، برابری، شادزیستی، رواداری، آبادسازی، وجدان بیدار و خردگرا به دور و از ما یک امت ساختند. انقلابیون 1401 بر آنان هستند که با همکاری، همفکری، همدردی، همراهی و همبستگی هدفمند خود را از این زنجیر نکبت بردگی برای همیشه رها و میهن اهوراییمان را از دست صاحبان مذهب و رهبری یگانه نجات و به نسل آینده میهنی آباد و آزاد با رهبریت قانون تحویل دهند. مشروطه خواهان از هر دو فراکسیون جمهوری و پادشاهی خواه همراه با معتمدین خود با آگاهی در آموزش برانند که آینده ایران را برای همیشه از هر نوع دیکتاتوری با رهبریت قانون پدافند و کرامت وجودی انسان را به ملت بزرگ ایران بازگردانند. همچنین آنها برانند با رهبریت قانون از فرهنگ انیرانی دستبوسی، نوکری، غلامی، چابلوسی، خاری، ذلت، بندگی، چاکری و مخلصی که ملت ایران را به نابودی کشانده است پاک پاکیزه کنند و با آزاد منشی و احترام از شایستگان ایرانی خود قدردانی و زاد روز آنها را برای همیشه در تاریخ کشورمان پاس و به نسلهای آینده معرفی کنند. مشروط خواهان همراه با شاهزاده رضا پهلوی خواهان محتوای نظام سکولار دموکرات برای آینده ایران هستند که حاکمیت قانون رهبریت این نظام را بر عهده داشته باشد. وقتی محتوای نظام را حاکمیت قانون رهبری می کند دیگر هیچ فرقی ندارد که چه نظامی داشته باشیم. آنها باور دارند در حاکمیت قانون دادگری برای هر ایرانی یکسان هست و خودی ناخودی کردن هر ایرانی در ضدیت با قانون شناخته می شود. این یک رویا نیست بلکه خواسته هزاران ایرانی آزادمنش از نسل جوان به پا خواسته است که با شعار جانم فدای ایران با خون خود نه به دیکتاتوری را فریاد میزنند که به درستی این 7 تن بزرگوار شایسته و معتمد مردم در نشست هفته گذشته خود در دانشگاه جورج تاون بر آن تاکید داشتند. ایرانیان در کنار شعار یک کشور، یک ملت، یک پرچم دارای زبان و آداب و رسوم متفاوتی هستند که هر یک از این 7 تن نمایندگی گروهی از مردم را بر عهده دارند. گروهی به شاهزاده رضا پهلوی رأی دادند، گروهی به بانو مسیح علی نژاد و گروهی دیگر به دکتر حامد اسماعیلیون
و به همین ترتیب گروه های دیگری به جنابان علی کریمی و مهتدی و بانوان نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی و شیرین عبادی که برایند رأی اعتماد این مجموعه از معتمدین مردم سندی است معتبر برای جامعه جهانی از نمایندگان واقعی خیزش انقلابی مردم ایران. همبستگی هدفمند این هفتن از معتمدین مردم در این شرایط حساس تاریخ کشورمان بسیار حائز اهمیت است. همانطوری که این معتمدین بزرگوار در نخستین نشست همبستگی خود اشاره داشتند، گذار از جمهوری اشغالگر اسلامی با توجه به حمایت شرکت‌های عریض و طویل جهانی از این رژیم، ترهیس مشترک و کلان که جدا جدا امکان پذیر نیست. بنابراین بر ما مشروط خواهان از هر دو جناح جمهوری و پادشاهی خواست که با تمام توان از این همبستگی امید بخش برای نجات میهن با پوزش مسئولانه حمایت کنیم. برای شروع و سهولت کار در همبستگی و همکاری این هفتن معتمد بزرگوار پروسه زیر را پیشنهاد می کنم. 1. مشخص کردن نام مناسب برای همبستگی هدفمند این گروه که شخصا باور دارم انجمن معتمدین مردم یا Coalition of Trustees شایسته نام این گروه می تواند باشد. 2. تدوین آیین نامه همکاری و تقسیم وظایف و مسئولیت ها با یکدیگر در انجمن. 3. مشخص کردن تیم سخنگویان برای انعکاس تصمیمات گرفته شده به انقلابیون و جهانیان طبق آیین نامه داخلی خود. 4. پدافند از اعتبار خود به عنوان معتمدین مردم انقلاب 1401 با دوری گزیدن از هر گونه فعالیت های اجرایی در ساختار و تشکیلات راهبردی انقلاب. 5. دعوت از نمایندگان متخصص در طرح و برنامه برای تدوین طرح راهبردی دستیابی به تشکیلات راهبری انقلاب همراه با منشور ائتلاف برای مجلس نمایندگان از سوی احزاب، سازمانها، جنبش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از درون و برون مرز و ارسال آن به شما برای گرفتن رأی اعتماد در سقف زمانی مشخص. 6. اعلام موجودیت تشکیلات راهبری انقلاب از سوی تیم سخنگویان انجمن معتمدین مردم به انقلابیون و جهانیان. قابل توجه است که هر بند از این پروسه نیازمند آیین نامه و دستورالعمل‌های قانونی خود می باشد که متخصصین طرح و برنامه حضور شما برای کسب رأی اعتماد تقدیم خواهند کرد. بنابراین طبق این پروسه مردم با رأی اعتماد خود به انجمن معتمدین مردم مشروعیت داده و انجمن معتمدین مردم به تشکیلات راهبری انقلاب مشروعیت می‌دهد. تشکیلات راهبری انقلاب به مجلس نمایندگان ارشد احزاب، سازمانها و جنبش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مشروعیت می‌دهد و مجلس نمایندگان به دولت موقت انقلاب 1401 مشروعیت خواهد داد. همچنین به همین ترتیب دولت موقت به مجلس نمایندگان پاسخگو خواهد بود، مجلس نمایندگان به تشکیلات راهبری انقلاب و تشکیلات راهبری انقلاب به انجمن معتمدین مردم و انجمن معتمدین مردم به مردم پاسخگو خواهد بود. با مشروعیت گرفتن این پروسه از طرف انجمن معتمدین مردم در کمتر از یک ماه تشکیلات راهبری انقلاب تأسیس و انقلاب 1401 دارای تشکیلات هماهنگ خواهد شد. بایسته است که مشروط خواهان از هر دو جناح جمهوری و پادشاهی خواه مسئولان این پروسه یا هر پروسه همانند دیگری را حمایت و مالکیت به اجرا گذاردن آن را بپذیرند و از انجمن نمایندگان واقعی مردم درخواست کنند که هر چه زودتر برای دستیابی به تشکیلات راهبری انقلاب اقدام فرمایند. همچنین با توجه به دانش مبارزاتی حق بر باطل، می دانیم که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب 1401 از سوی مجاهدین، چپ افراطی و سلطنت طلبان و همچنین شرکت های بزرگ جهانی در غرب و شرق بیکار نخواهند نشست و توسط مزدوران خود و ساده اندیشان احساساتی در میان اپوزیسیون سعی و کوشش در بی اعتبار
کردن این طرح یا هر طرح دیگری با نفاق و تشدد در همبستگی به تخریب خواهند پرداخت و مطمئن شوند همچنان انقلاب 1401 فاقد تشکیلات منظم هماهنگی بماند. در حال حاضر قبل از گذار از رژیم اشغالگر اسلامی، مجاهدین و چپ افراطی نظام آینده مردم ایران را جمهوری و مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور منتخب خود معرفی و با این رفتار دیکتاتور ماهوانه خود عملا رأی انتخاب مردم را هیچ و به دروغ از انتخابات آزاد سخن میگویند. شوربختانه به دلیل نداشتن تشکیلات منظم انقلاب از سوی طرفداران حاکمیت قانون، سناریوی انقلاب مصر که در فقدان نداشتن تشکیلات منظم انقلاب باعث شکست انقلابیون آن کشور شد و آمریکا به تنها تشکیلات منظم به نام برادران مسلمان مشروعیت داد و بقیه ماجرا، تاریخ در حال تکرار شدن است. در هفته گذشته 165 نماینده آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و ریپابلیکن به خاطر منافع خود موذیانه به مجاهدین خلق به ریاست جمهوری مردم مریم رجوی رسمیت میدهند. یک تلنگلی به ما مشروط خواهان است که هنوز نتوانستیم تشکیلات راهبری منظم انقلاب را سر و سامان دهیم. همچنین از آن سوی دیگر با توجه به اینکه دشمن اشغالگر اسلامی هنوز در مسند قدرت نشسته، گروهی که سلطنت طلب و سلطگر با شعار جاویدشا نظام سلطنه خودش را به مردم ایران دیکته و با بی‌توجهی به حق انتخاب نوع نظام آینده و با رفتار زشت و دیکتاتور ماهوانه خود با نام شاهنشاهان پهلوی سعی در بی اعتبار کردن شاهزاده رضا پهلوی کرده و با خود او نیرنگ از مردم برای حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی در روز 11 فوریه 2023 در لس آنجلس دعوت به همایش همبستگی می کند و با بی اعتباری و بی اعتنایی به خیزش انقلابی مردم ایران این همایش را به کمپین رقابتی نوع نظام آینده ایران تبدیل که باعث خشم و عصبانیت شرکت کنندگان و شاهزاده رضا پهلوی می شود. ما مشروط خان از هر دو جنای جمهوری و پادشاهی خواه این رفتار دیکتاتور ماهوانه را از طرف این سه گروه محکوم و آنها را در مغایرت با انقلاب 1401 دلاوران آزادی خواه ایران دانسته و عاملین و آمرین این رفتار ضد ایرانی را در پراکندگی و بیعتبار کردن همبستگی ایرانیان و عمر بیشتر خریدن برای دشمن اشغالگر اسلامی می دانیم و آنها را با دقت زیر نظر و بعد از رهایی و آزادی ایران در دادگاه های ملی ایران پاسخگو و با سند و مدرک به مردم معرفی خواهیم کرد. دو پرسش و پاسخ نظری: آیا مشروط خواهان فقط طرفدار نظام پادشاهی هستند؟ پاسخ: مشروطه یا مشروطیت به چم محدود کردن قدرت مطلق شاه یا رئیس جمهور می باشد که قانون اساسی کشور بالاترین قدرت در حکمرانی کشور به حساب می آید. بنابراین ایرانیان مشروط خواه از هر دو جنای جمهوری و پادشاهی خواه خواهان حاکمیت قانون و حق انتخاب نوع نظام آینده توسط مردم هستند. پرسش دو: آیا انقلاب 1401 با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی به دنبال نظام خاصی است؟ پاسخ: به نظرم خیزش انقلابی نسل جوان ایران یک خیزش مشروط خواهی است که با هر گونه دیکتاتوری، خودی و ناخودی کردن مردم، قومگرایی و تشددگرایی بیگانه است. شعار هم هوشمندانه دلاوران آزادیخواه ایرانی به نام دخت ایران مهسا یا ژینا امینی سندی است بسیار خوب و گویا از این ادعا. زن و مرد سمبل زندگی هستند و میهن سمبل آشیانه و کشور و آزادی و آبادی سمبل رفاه، دادگری و شادزیستی است که انقلابیون 1401 برای دستیابی به آن نزدیک به 6 ماه دلاورانه در خیابانهای ایران و جهان در مخالفت با جمهوری دیکتاتوری اشغالگر اسلامی با جان خود همایش برگزار کرده و می کنند.
این دوچار هوشمندانه در موسیقی انقلابی شروین حاجی پور، این دلاور آزادی خواه، بسیار مشروط خواهانه و تفکیک ناپذیر است. همه ما مسئول هستیم که مجددانه ابزارهای موفقیت خیزش انقلابی 1401 را هرچه زودتر برای پیروزی انقلاب فراهم و با خبر رسانی هرچه بیشتر به یکدیگر یاری رسانیم. این کلیپ را شریک می شویم، لایک می کنیم و از 7 نماینده واقعی خود پرسشگری را شروع می کنیم. پاینده ایران و پاینده باد انقلاب حاکمیت قانون در ایران. ایمیل تماس کیپرویز ورجاوند @gmail.com. با سپاس.